It's the time for you to pay attention to your enemies. You're engaging with the Taliban. در روز سالگرد حملات 11 سپتامبر، گروهی از شهروندان افغان و خانواده‌های سربازان آمریکایی در مقابل کاخ سفید تجمع اعتراضی برپا کردند. این معترضین از دولت آمریکا خواستند تا تهدیدات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی تحت حاکمیت گروه طالبان را جدی بگیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. با باور اله احرار، یکی از برگزار کننده های این برنامه، این اعتراض نشان دهنده نگرانی های مداوم درباره امنیت جهانی و احتمال احیای فعالیت های افراطی در افغانستان است. شرکت کنندگان بر اهمیت حفظ هوشیاری در برابر تروریسم، حتی سالهای پس از حملات 11 سپتامبر که سیاست خارجی آمریکا را برای مدت‌های طولانی شکل داد، تاکید کردند. No to Taliban. No to Taliban. No to Taliban. No to Taliban. Taliban are terrorists. Taliban are terrorists. No to Taliban. طالب مگر بمیرد جهان آرام بگیرد. طالب مگر بمیرد جهان آرام بگیرد. این تظاهرات در زمان برگزار می شود که جامعه بین المللی همچنان با پیامدهای بازگشت گروه طالبان به قدرت در افغانستان دست و پنجه نرم می کند. پیام معترضین بر ضرورت تلاش‌های مستقر برای مبارزه با تروریسم و حفاظت از منافع افغان‌ها و آمریکایی‌ها در منطقه تاکید دارد. You are engaging with your enemies. You are engaging with those who are planning and plotting at your destruction. You are playing in your enemy's game. Wake up. Open your eyes. Listen to what we are telling you. This is the same group of people backed by the same group of countries, back in charge. They made some deal with you, some negotiations, and they're tactically talking with you as if you believe that they are now reliable. Look at what they're doing to Afghans. Everything that they told you on women's rights, on human rights, on Afghanistan's governance, everything that they have told you all proved to be lies. If everything they have told you about Afghanistan are lies, everything that they are telling you about what they are about is also lies. Don't believe the lies of the terrorists. Do not wait until there is another tragedy for you to wake up and pay attention. Don't repeat the past mistake. Listen to us. Open your eyes and open your ears. The five eyes, if you have the eyes, open it. Don't close it. Thank you very much. گرد همایی شهروندان افغان در کنار خانواده های نظامیان آمریکایی نشان دهنده تأثیرات مشترک تروریسم و اهمیت همکاری بین المللی در مقابله با این تهدیدها است. در حالی که جهان یاد قربانیان 11 سپتامبر را گرامی می دارد، این اعتراض یادآور چالش های مداوم در مبارزه با افراط‌گرایی و نیاز به تعهد پایدار برای امنیت جهانی است. پرچم بیرق از سرشانه تحمل کردی آدو افغان؟ جان آر یو افغان؟ نه من ایرانی هم. چطور تبیه اینمی خوهر ما ایرانی است؟ چطور دل می سوزانی بر مردم افغان آمدی؟ خیر ببینی خوار جان، خیلی ممنون. خواهش میکنم، من اول از همه یه انسانم، یک زنم و بیشتر از همه میفهمم که زنان
در افغانستان همه ولی به خصوص زنان. من میفهمم که چقدر زنان فشار مضاعف دارن تو افغانستان، برای همینم از سر کارم اومدم که به طالبان بگم نه، شما نماینده افغانستان نیستین و شما نماینده زنان نیستین، شما ضد زنین و ضد انسانین. خیر ببینید، خواهر ما از کشور ایران است، ما با ایران وجهات مشترک، مشترکات فراوان داریم و بسیار تشکر از احساس همدردی نسبت به مردم افغانستان. ببخشید که من رقصیدم، یک رقص معلی وطن ما عطن میگیم. آره ما عطن عروسی افغانی زیاد رفتم. آه وانا خلاص دیگه، یک رقص ملی است کال جوفا نگویه که نظیره در سرک میره. امروز 9/11 بگرند به وقتی گفتم که شما باید با همون لباس می رقصید اینجا، چون رقص و موزیک همه رو جمع بگیم. آره برقصم که باز گفت میزنن بگه این زلق خواستن تو فرکا خیابانا میرن. رقص خوبه، ما برای همین رقص و شادی داریم مبارزه. من دوباره میشناسی؟ برادریا. برادریا. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. سلام سلام، تشکر. بودم از وقتی که افغانستان سقوط کرد همینجا در امریکا هستم، اما خب یک سلسله مشکلات مهاجرت وقتی که آدم ریسیت میشه دیگه اینا، پس برگشتیم همراه دوستا هستم و در مبارزات آینده همراه همگی شما را همراهی میکنم. آخرین کارتان چی بود؟ ما آخرین کارم در حکومت به حیث دیپلمات در سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی کار میکردم. با طالبا خیلی در مذاکرات بودید؟ یک قسمتش شاهد بودیم. بله. امروز 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر رقمی که شما میفهمین یک روز است که یک قسمت زیاد مردمای جهان در آمریکا قربانی توریسم شدن و این یک درد مشترک است که افغانستان همچنان پیوسته از توریسم و از آفات توریسم رنج برده. بنان یک درد مشترک است که ما میخواهیم با مردم آمریکا هم صدا شویم و مردم آمریکا را در این که ابعاد توریسم گسترده است و ما باید بر آینده جلوگیری بکنیم که چنین فاجعه دوباره نه در افغانستان و نه در هیچ کجای جهان رخ نده. بسیار بسیار تشکر. مظاهره یا تظاهرات کم رنگ نیست یا میاین ملت؟ خب امیدوار هستم که دیگه هم دوستا و وطندارام شاک کنن. هر چیزی گفتن نمیدونم، هر کس رسالتش، هر کس رسالتش. گفته امی جان هر کس مسئولیت خود داره، اما به هر حال من میگم مش نمونه خروار، یعنی یک ما خودت کفایت میکنیم. خواندن آقای دریا که خودش اگر حضور نداره خواندنای میهنی شنیدیم، تجلیل میگن، یادآوری میگن، میگه بلبل به فغان و سنبل به خاموشی، هر کس به طریقی که توانست ادا کرد. ما صدای خود بلند میکنیم. دیشب مناظره دور کاندید بود، جنجالا از طالبامون پیشی گرفت. با طالبا دید بازدید کردی؟ با عبدل دیدی؟ مثل که دیشب دونالد ترامپ گفته عبدل هم میخواستم به کم دیوید. ما ایران ماندیم که عبدل کیست؟ خوب فکر که کدیم ملا عبدالغنی برادر. درباره کلمه عبدل بسای متفاوت وجود داره. یک مسئله است وقتی که غربی ها بیشتر راجع به شخصیت های او طرف کشورهای اسلامی بس میکنن، باز عبدل یک پیشوند است که ساده است برشان یاد بگیرن. از او خاطر او را استفاده کرده به نظر من دیگه. آله چرت بزن که عبدل ملا عبدالغنی برادر برآمده. عبدل بلیاز خدا حق و حقوق زنه بتین، مکتبه رو واز کنین، یک ذرا امنیت آوردن. نظر دایی امنیت نسبی که آمده در منطقه؟ خب شما وقتی که در زندان هم باشین امنیت داریم، ولی مهم است که شما در زندان هستید. آلو تو زندان هم نیست همه جان، اون مردم میرم یه خوشحالی کده. خب طبیعیست که شما وقتی که به زندان داخل میشین، اگر بسیار به طریقی که شما رو در زندان میبره برین و پس به وقتی که میگه براین شما هیچ وقت پلیس همراهتان برخورد نمیکنه. شما وقت با یک برخورد دچار میشین که یک قسمت از قوانینی که بر بالایتان در زندان نافذ میشه نپذیرید. بسیار تشکر آقای امید، ممنون، تشکر از آمدنتان، سلامت باشید. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقا
سخت تو را، دیدم رازهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغه که تو، آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم، نور میگیرم از چراغه که تو، نور میگیرم از چراغه که تو، تا کی از یک دگر گریزانم، هر دو افغانه، هر دو انسانه. خواسته های ما به شهر زیل می باشد. اول، طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت بشناسید. طالبان یک گروه تروریستی است و حکومت خشونت میور آنها تهدید مستقیم برای مردم افغانستان و امنیت جهان است. ایالات متحده و جامعه جهانی باید طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت بشناسند. ما از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهیم که از مردم افغانستان در سرنگونی این رژیم تروریستی حمایت کنند و طالبان را به خاطر جنایت جاریشان پاسخگو بسازند. دوم، توقف تعامل با طالبان. مشروعیت بخشیدن به طالبان از طریق گفتگوها را متوقف کنید. بچه مقبول، بچه همی تابت چند وارو معلوم میشی آقا؟ سلام. اسمتان چیست؟ سالم، محمد سالم. در این خانه بودی یک چند وقت؟ نه خیره، غارستان بودیم. چقدر وقت پیش آمدین؟ یک 8 ماه پیش آقا، تازه آمدیم. خدا شاید جوانی های همی تابت چند وارو هست چلی؟ زنده باشین، تشکر. خوش شدم که دیدم این روز سپتامبر 11 است. چی به خاطر داری از سپتامبر 11؟ سپتامبر 11 خو خاطرات تلخ از افغانستان است. شما خودتان بهتر میفهمین که همو روز سیاه افغانستان از سپتامبر 11 شروع شد که سرنوشت افغانستان تاریخ رقم خورد. امریکا را درگیر شد، امروز هم پس برآمد. خیر خلاص گفتی هم خبرنگار که از آقای عبدالله سوال کرد که نشوه که ناتو و امریکا از همو جای شروع کرده در همو جای ختم کنه، اونم مترم شد خلاص. سوچ دانزه که آسمان وی، سوچ در جهان ودان وی، سوچ جوان پرده جهان وی، سوچ پاتی او افغان وی، تل بدا افغانستان وی، که پشتون او که تاجک که ترکمنی، که ازبک او هزاره دی وطنی، دشمن غواری چه لماده تا جدا کری، پام دی وکر تا آزاد دی بدنی، نه فرحاتیم، نه مجنون، نه آدم خانیم، نه یوسف، نه فتی خان، نه مومن خانیم، زمیه نده چاد تور و سرگو نیم، خپل وطن مین یم، افغان یم. دوستای ما او طرف کاخ سفید رفتن، شما میبینین یک تصویر دیگه برای شما میتونم دیگه. شما را به خداوند میسپارم، شب روز شما بخیر باشه. تا دیدار بعد یک شعر وطنیام براتون میخوانم. فقط یک گله دارم که همیشه در تظاهرات افراد اشخاص نخبه خال خال می آیا. اگر در این تظاهرات مشترکن همه شرکت کنین، چرا میگن هموطن یک قطره من یک قطره تو خاک بیباران چمن کی می شود. نگه وطن حالتش وخیم است، طوری که نا گفت وطن خاک چون جان تو زخمیست، سراپاکو و دامان تو زخمیست، نظر کردم به بگرام و شمالی، ز کابل تا به پروان تو زخمیست، به تپه رفتم و خوردم تأثر، گمان کردم که پغمان تو زخمیست، چکت خون زنار قندهارت، یقینم شد درختان تو زخمیست، گذشتم از سر پل با غم و درد، غم و درد و شبرغان تو زخمیست، وطن شبهای تارت را بنازم، چرا یکسر چراغان تو زخمیست، نمی آید صدای اندلیبان، به باغ و راغ مرغان تو زخمیست، به هر جارم مهارم کرده از ترس، به خون افتاده چوپان تو زخمیست، به خاک بازی طفلانت بمیرم، به روی خاک طفلان تو زخمیست، به سه آوارگانت دیدم من، ماجرای اوریان تو زخمیست، تو بودی مسکن مهمان نوازی، کنون از جور مهمان تو زخمیست،